خودشون رو قبل از هر چیزی ایرانی میدارن، یک انتظارات اساسی دارن برای آینده. چه خبر خوبی گفتید شاهزاده، از کمبودها و بی‌اعتنایی‌ها یا شاید از دیدها ناحقی و ظلمی که بهشون شده بود که ملت ایران به این اقوام ما مدیون هستن، اصلا کشور ما تشکیل شده از اقوام مختلف. وقتی میگم قوم به مفهوم قوم و خویشیست، مملکت ما اینه، اصلا زیبایی کشور ما اینه. اگه مسئله عدم تمرکز قدرت در مرکز هست، تقسیم قدرت هستش، اداره امور محلی هستش و تمام این مسئله که خیلی ساده میشه بهش رسید که خواسته دیرینه بسیاری از همیهنانمون هست، انگیزشون مسلمانه که تو مملکت بمونن، مسلمانه که خودشون رو ایرانی میدانن، مسلمانه که خودشون رو به نوعی دارن، هیچ انگیزه جدای طلبی ندارن. اضافه بر تحقیر و فشاری که روشون هست، این تهمت هم تازه میخوایم بهشون بزنیم. برعکس، کردهای ایران خودشون رو اصیل ترین ایرانیان میدونن و هستن واقعا و بیشترین از خودگذشتگی‌ها رو نشون دادن. بنابراین از اون بابت من نگرانی اصلا ندارم. اما نمیگم امریکا، نمیگم انگلیس، نمیگم روسیه، نمیگم آقای خمینی و ایادیش، اگه ملت ایران رفلت بکنه و در موقعیت که میتوانیم با ایستادگی و با مبارزه این حکومت رو از بین نبریم، به خودمون خیانت کردیم، به اقوام خیانت کردیم، به اقلیت‌های مذهبیمون خیانت کردیم، به یک پارچگی مملکتمون خیانت کردیم و شرایطی رو باعث خواهیم شد، ما نه که بگیم امریکاست و اسرائیل است، ما خودمون، ما مردم ایران وجدانن و اخلاقا مسئولیم اگر نتونیم امروز این مملکت رو نجات بدیم. مگر فردوسی نبود که گفت چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، و در بخش دیگریش همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. یعنی چی؟ یعنی اون موقع فردوسی نمیگفتش که نمیدونم یک تمدن دیگری یا یک، به خودمون برمیگشت. آرش کمانگیر که نماینده بریتانیا نبود، رستم که بچه امریکا نبود، انوشیروان که بچه روسه نبود، از داخل ایران جوشیدن. کاوه آهنگر که سفیر یک کشور غربی یا خارجی یا چینی یا روسی که نبود. یعنی چی؟ یعنی ما خودمون رو نجات دادیم هر بار، چه حمله مغول، چه حمله ترک، چه حمله عرب، با این تفاوت که من یه چیز رو این وسط نمیفهمم که کدوم فرهنگی که اسم بچه هاشو به اسم مهاجمش میذاره، چنگیز، اسکندر، ولی امروز ببینید مردم داغ دیده، مردم زجر کشیده، جامعه عظیم تحت فشار ایران اسم بچه هاشون چی دارن میذارن؟ به غیر از اسامی که در تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران هست چیز دیگه نمیذارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه هویتمون، زندگیمون، هستیمون، بقامون، آیندمون بستگی به حفظ این فرهنگ، حفظ این تمدن و حفظ این تاریخ. خیلی مشکرم. بنابراین منتظر انگلیس و روس و امریکا و اوباما و زهرمار نشینیم. این دست خودمونه. من نه بهتون شعار دارم میگم، نه دموگوژی دارم میکنم، نه پوپولیستی باتون حرف میزنم. من از شما یک انتخاب ساده ولی بسیار مهم رو انتظار دارم. و آخر سر این که آیا هزینه این رو میتوانید بپردازید یا نه، اما عواقب این تصمیم رو بدانید چی خواهد بود. میتوان به آزادی رسید و زندگی بهتر و رفاه و امنیت و صلح و آشتی و آزادی و ترقی رو ایجاد بکنیم، یا همینطور بشینیم به امید این، به امید اون، به امید اصلاح، به امید فشار زیاد کمتر که معلوم نیست آخر سر چی درش میاد و این وسط چه اتفاقاتی میفته. و از همه بدتر، ننگ بر ما اگر بگذاریم که آینده کشور ما به دست کسانی به غیر از خودمون تعیین بشه. وای به حال ما و وای به حال ایران.
ضمن اینکه من باز اشاره میخوام بکنم که وقتی که متوجه شدم که واقعا با این سفری که آمدید اون چیزی نیست که نمیگم خیلی ایده‌ای فکر میکنم که به هر حال کاری انجام نمیشه، پس کو کار، کو فعالیت، کو حرکت. روز 16 ساعتی برای من تشریح شد و از منابع دیگه من اطلاع پیدا کردم که واقعا چه میکشید، چگونه جانتون در خطر، چگونه مسائل و محدودیت هایی که وجود داره رو باید ببینیم. واقعا این لحظه نه به خاطر خوش آمده شما، به خاطر واقعیتی که هست عرض میکنم. طبیعی است که من هم مثل میلیون های ایرانی براتون عرض موفقیت میکنم، برای خودمون در حقیقت در نهایت، و امیدوار هستم که به زودی شاهد خبرهای بسیار خوبی از طریق شما و اقداماتی که میشه انجام میشه همه قرار بگیرند. سپاسگزارم. به هر حال همطور که به شما گفتم، زندگی من تو این از زمانی که پدرم فوت شدند و به نوعی وارد صحنه سیاسی و سیاست شدم، غیر از این نبوده. یعنی واقعا در این از این 28 سال شب و روزم ایران بوده، ایران بوده، ایران بوده و نه چیز دیگه. و من تمام زندگی رو تو این راه گذاشتم. هیچ کار دیگه هم در این 28 سال انجام ندادم به غیر از این. خوشبختانه با کمکی که مادرم کردم، دوستانی داشتم که حمایتم کردم که لااقل زندگیم بتونه بگذره که با مشغولیت تمام بتونم به کار مملکت بپردازم، این 28 سال رو طی کردم و تا زمان پیروزی سنگر رو رها نخواهم کرد، پرچم مبارزه رو به دست خواهم داشت و سعی خواهم کرد از طریقی که صلاح مملکتم میدونم این راهنمایی و رهبری رو به همه همانم ارائه بدم. همطور که قبلا گفتم، باز تکرار میکنم، نهایتا انتخاب راه با همه همانم هست. من راه خودم، جهت خودم، برنامه خودم، هدف خودم و راه حلی که صلاح میدونم رو ادامه میدم، براش مبارزه میکنم، به امید این که همیهنانی که به این راه اعتقاد دارن، درک میکنن، همراه هستن و همسو هستن، درش شرکت بکنن، درش تلاش بکنن. انتظار من از همیهنانم این هستش که قبل از هر منبع دیگری خودشون رو به عنوان یک عامل تغییر و شریک این برنامه بدانن، شرکت بکنن، از تمام امکانات چه مادی، چه معنوی، چه فکری، چه بازویی، به هر حال منظور من رو درک میکنید، واقعا شرکت بکنن و وارد این مرحله از پیکار بشن.